همه منتظر این تاریخ سازی هستن، فکر می‌کنم خیلی دور از دسترس نباشه، درسته؟ خب ببین، ما توی هنگزو اون رکورد و جایگاهی که داشتیم، حالا بخوایم تو هر دو تا دو نفره اگه این رو بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، خب ما میتونیم با جایگاه اولی شالا این کار بکنیم اگه بتونیم همون رکوردها رو نگه داریم و تقویتش بکنیم. چون ما به هر حال فقط با کشور چین رقابت داشتیم و اون کشور الان سهمیه گرفته سر خط نیست، پس ما هیچ بهونه‌ای نداریم، باید بهترین شرایط رو برای خودمون داشته باشیم و ایشالا ما همه تلاشمون رو میکنیم که زحمت های مربی و فدراسیون و برنامه‌ریزیشون رو عملی بکنیم و یه اتفاق خیلی خوب رقم بزنیم. شما بعد از بازگشت مجددی که به روینگ داشتین، خیلی همش اتفاقات خوب براتون رقم خورده. در مورد این اتفاقات صحبت میکنید که چی شد انقدر با انگیزه هم اتفاقات خوبی رو داری رقم میزنی؟ خیلی ممنون. خب به هر حال من استارت برگشتم بعد از اینکه دخترم اومد و اینکه حالا اون حمایتی که رئیس فدراسیون و مربی مازن داشتن که مدام بهم گفتن که نباید برگردی، نمیشه که از این خانواده جدا بشی، و خوشحالم که تونستم جواب اعتماد و محبتاشون رو بدم. به هر حال سالای سختی رو گذروندم، ولی حالا اون شاید بودن دخترم و اینکه اون دوری و دلتنگی باعث شد که خیلی بیشتر برای هدفم بجنگم و خدا رو شکر جواب اون زحمت ها، حالا دوری ها و سختی ها رو گرفتم و زحمت واقعا خانوادم و مربیم و اعتماداشون رو همه رو جبران کردم. امیدوارم که توی این مسابقه هم بتونم بهتر از هانگزو باشم و برای اولین بار فکر کنم به عنوان یکی از دخترای قایقرانی من دوتا المپیک رو میبینم و امیدوارم که بتونیم اونجا با زینب یه کار فوق‌العاده رو انجام بدیم. دقیقا سوال بعدیم هم همین بود که شما چقدر قرار متفاوت از المپیک قبلی توی پاریس ظاهر بشین؟ خب ببین، من توی ریو تک نفره سنگین وزن بودم، الان دو نفره سبک وزن هستم، کاملا دوتا اتفاق متفاوته و سعی میکنم قطعا جایگاه بهتری اونجا داشته باشم و به هر حال این فکر کنم شاید احتمال که آخرین بار بشه این دو نفره توی آسیا سهمیه میگیره و ما آخرین دو نفره بشیم که توی این ارنج میریم توی این مسابقه. قطعا سعی میکنیم که با زینب یه کار خیلی بزرگ و تاریخ سازی انجام بدیم که تا سالیان سال که خودمون هم بهش فکر کردیم خنده بیاد رو لبامون. بعد از هانگزو چقدر این پاداشایی که دادن برای خودتون راضی کننده بود؟ چون شما دو تا مدال با ارزش گرفتید توی روینگ. خب ببینید، متاسفانه ما که جایزه دو تا مدالمون رو نگرفتیم و فقط جایزه یه مدال بهمون تعلق میگیره و اینکه جوایز رو هم فعلا فقط کمیته داده و وزارت هنوز جوایز رو نداده، با اینکه خب ما میدونیم واقعا تنها جایی که ورزشکارا میتونن ازش درآمد داشته باشن، به خصوص رشته‌ای مثل ما که تو لیگ آنچنان درآمدی از سالنشون ندارن، هنوز پرداخت نشده و حالا صحبتش هست که احتمال داره بر سال بعد. و با این وضعیت تورم و حالا نزدیک بودن المپیک میشه گفت یکم شاید برای ما خیلی سخت میشه، چون به هر حال هزینه زندگی و مکان همه اینا که بخوایم به هر حال هم داریم تو همین جامعه زندگی میکنیم خیلی سخته. حالا امیدواریم که وزیر ورزش و تمامی اون کسایی که مسئول هستن یکم به این موضوع عمیق‌تر نگاه بکنن تا جوایز زودتر داده بشه. و در این حال این که متاسفانه جوایز ما خب خیلی جوایز کمیه، ما اگه برگردیم به بازی‌های آسیای قبل همیشه جوایز سکه بوده و جوایزی که به نفرات اول تا سوم دادن حداقل میتونستن از لحاظ مسکن یا معیشتی خیلی ورزشکار رو کمک بکنن، ولی الان کل جوایز ما رو جمع بکنیم یه خودروی چینی هم نمیتونیم بگیریم، مسکن و اینا که به کنار، واقعا یک جایزه خوبی محسوب نمیشه با اینکه هر 4 سال یک بار داره اتفاق میفته، چون فقط این مسابقه است که جوایزش خوبه. حالا امیدواریم که تا دادن جوایز یکم تغییر ایجاد بشه و مقدارش رو حداقل نمیگیم بیان همون 750 تا سکه رو، ولی میزان امتیازها رو بیشتر بکنن تا واقعا ورزشکارها بتونن یک آسوده خاطری رو داشته باشن برای کاراشون. با توجه به اینکه دارید برای کسب سهمیه المپیک تلاش می‌کنید، انتظار دارین که مسئولا زودتر بیان، حالا یه بازدیدی داشته باشن، در جریان مسائل و مشکلاتتون قرار بگیرن؟ یعنی اینجوری نباشه سهمیه رو گرفتی تازه بعدش بیان؟ دقیقاً همینطور. ما اصلا چیزی تا سهمیه هم نمونده، واقعا 3 ماه بیشتر نداریم و الان وقتشه که بیان ببینن ما کمبودامون کجاست، چیا نیاز داریم که برسیم. و اگه الان نباشه واقعا اینکه بخوایم انتظار بهترین نتیجه رو داشته باشیم یکم سخته. حالا امیدوارم که مثل هانگزو 1 ماه مونده نباشه، از همین الان حمایتو شروع بشه تا ورزشکارها به هر حال بتونن با تمرکز و هدف بیشتری به سمت فقط تمرینشون فکر بکنن، نه مسائل حاشیه‌ای.